درود بر یاران عزیز و مهربان کانال یوتیوبی یادگیری یا شاید هم دوستی هستید که بار اول هست با ما همراه هستین بهتون خوش آمد میگم اگر در کانال ما هنوز عضو نیستید با فشردن دکمه سابسکرایب و بعد هم روی زنگوله به عضویت کانال ما در بیاید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید ما قول دادیم که تمام موارد قانونی مربوط به اقامت و مهاجرت به کشور آلمان رو دقیق عین یه وکیل بررسی کنیم دوستان زیادی هستن کارشون هم عالی انجام میدن تجربیات شخصی خودشون رو میگن در کنار اونها دونستن موارد قانونی دقیق کمک میکنه به شما تا راهتون رو بهتر و تر انتخاب کنید و همینطور اشتباه پیش نرید یه سری شایعات یه سری اطلاعات غلط هم مسلما وجود داره با دونستن قانون میتونید اطلاعات اشتباه رو از اشت... اطلاعات صحیح تفکیک کنید ما توی وبسایت یک دکمه به این قضیه اختصاص داریم حتی اسمش رو گذاشتیم اقامت و پناهندگی آلمان که اگر توی وبسایت یادگیری.د بیاید و روی این کلیک کنید تمام اینها به ترتیب و با اسم اون قانون برای شما نمایش داده میشه کارتون رو خیلی راحت میکنه ببینید ما یه قانون داریم به نام قانون دولدونگ معنیش تحمل شده هست کسی که جوابش رد اخراجش نمیکنن فعلا فعلا تاب میارن تحمل میارن تا ببینن چه اتفاقی میافته ما قبلا یه دونه فقط پاراگراف 60 داشتیم که بهش میگفتن دولدونگ الان آب سه بهش اضاف شده توی سالهای اخیر که موارد مختلف دولدونگ رو بهش اضاف کرد به شفت گونگز دولدونگ و آس دولونگ که امشب ما آسپیلوز دولدونگ رو با هم بررسی میکنیم به این علامت میگیم پاراگراف پاراگراف شست سه آسپیلوز دولدونگ میگه که همیشه اون ابزاد سه یک یا بند الف یا یک از همه مهمتره یا ماده نمیدونم حالا من چون فارسیشو نمیدونم ابزاد بکنم میشه بند یا ماده میگه که یه دولدونگ در معنای واقعی شست آ که همون دولدونگ باشه دولدونگ خالص شست آ ابزاد دو سه به کسی تعلق میگیره یا ارتایلن میشه ارتایلن معنای فارسیش رو میتونیم بگیم بهترین چیز دادن اختصاص دادن وقتی که آوسلندا یا یه دونه خارجی در کشور آلمان یک آزول به باشه یعنی متقاضی پناهندگی باشه دولدونگ به هر کسی تعلق نمیگیره یعنی اینکه به دانشجو مثلا تعلق نمیگیره فقط با آزور به وبا باشه آ مورد الف یه دونه کوالیفیتسیات به قفص باشه ببینید یه سری آس بیلدونگ ها کوالیفیتسیات نیستن کوالیفیتسیات بودن به معنای فارسی میتونیم بگیم واجد شرایط آس باشه که این اینم شتتلیش انرکانت باشه حالا چه اوزبیلدونگی شتتلیش انرکانت هست یا نیست باید از اوزبیلدونگ شتلتون بپرسید نمیدونم مثلا باغبانی آرایشگری جزه آنش... شتتلیش انرکانت ها هست یا نه باید اون رو مجددر توی ویدیو شاید تحقیق کنیم ببینیم یا فگلاش با باشه یا باهاش قابل قیاس باشه به عنوان یک آسپیلدونگز به یک شغل آوسبیلدونگی آفگنومن کرده باشه گرفته باشه یا به اسیستنس یا هیلس آسپیلدونگ باشه یه چیزایی مثل مثلا دستیاری مثلا اتاق عمل دستیار دندون پزشک اینجور چیزها و یا کمکیار دندون پزشک و مثلا اتاق عمل اونها هم جزش محسوب میشه مثلا اتاق عمل حالا جاهای دیگه هم هست که اون هم باید شتتلیش انکانت باشه من کلمه شتتلیش انکانت رو اونجایی میشناسم که مثلا ما میگیم شتتلیش انکانت بغن یعنی کسایی که برای اطفاع حریق متخصص هستن اینو من میشناسم چون شغلمونه و یا فگلاش بار باشه پس برای اینکه بدونیم چه بیلدونگی هست باید حالا یا ویدیو جدا بسازیم یا خودتون تحقیق کنیم ببینیم که آیا اون شتادلشن کانت و یا فگلایش بار هست یا خیر خب اینا رو ما خیلی باهاش کاری نداریم چون ویدیومون طولانی میشه اگر بخوایم دقیق همه رو بخونیم ولی این موارد مربوط به اون آسپیلدونک هست حالا میتونین از کسی که بهتون کار داره بپرسین حالا مورد یک و خوندیم مورد دو هم باید باشه همیشه موقعی که یک و دو می اگر اودا نذاشته باشه آخرش آها اینجا گذاشته اگر اینجوری باشه که یک و دو رو می بدون اودا یعنی یک و دو رو باید داشته باشه اگر اودا آخرش باشه یعنی اینکه یا اینکه یا اینکه باید یا کوالیفیت اوسبیلدونگ رو aufgenommen کرده باشه و یا اینکه این بزیتس این دولدونگ nach Paragraf 60 آ باشه یعنی اینکه یک دولدونگ داشته باشه و بر اساس شماره یک اون بیلدونگ رو یعنی اون موارد که ما الان خدمتتون ارز کردیم کوالیفیت سیرتو یا اسیستنس هیلفه باشه اون رو بگیره خلاصه این این میشه که یا اینکه در حال حاضر داردش و یا اینکه الان دولدونگ داره حالا میخواد بره آسپیلونگ رو دریافت کنه به هر دوشون تعلق میگیره اوکی؟ این از این یعنی یه نفر ممکن آسپیلونگ رو بگیره بعد جواب ردیش بیاد یا اینکه جواب ردی داره دولدونگ داره بعد بره آسپیلونگ بگیره به هر دوشون تعلق میگیره این آسپیلونگ دولدونگ مفهومش اینه یه مورد خیلی مهم رو اینجا توی عدد دو گذاشته این فلن اوفنزشلیشن. میسپاخ کندی آسپیلدونگز بلدون فرزاکت وردن در صورت یک میسپاخ یا سو استفاده محرز از این آسپیلدونگز دولدونگ دول این میتونه فرزاکت بشه یعنی کنسل بشه خراب بشه این قضیه یعنی چی؟ یعنی که یه نفر فقط برای اینکه بخواد جواب بگیره یه کلکی میخواد بزنه اون بره یه آسپیلدونگ رو همینطوری آبکی برداره که مثلا فقط دولدون بگیره اون میگه اگر کسی بخواد همچین کار کنه ما این ازش میگیریم شماره سه که اونم خیلی مهمه این هست که میگه که اگر شماره یک همش باشه اون شخص میتونه اجازه کار یا به شفت گونگز الاوب نیست بگیره یا اگر یه دونه آس بیلدونگ رو پیدا کنه به پذیرانشون و اینجور چیزا اون میتونه اجازه کار رو بگیره مورد یعنی الان ما ابزاد سه این خوندیم ابزاد دو بهمون میگه دی آس wird دولدونگ erteilt." داده نمیشه ون اگر شماره یک این آس nach کند نخ پایگراف سیستیش آ حالا این آدم میخونه باید بر ببینه سیکسیش آ ابزاد 6 چی میگه من قبلا بازش کردم اینجاست اگر یه دونه خارجی یه دونه دولدون داشته باشه اجازه داره منظر میخوام اجازه نداره یه دونه کار رو انجام بده در صورتی که به کشور آلمان اومده باشه به خاطر که بتونه از خدمات پناهندگی استفاده کنه حالا بتونه به ایرانی و افغانستانی ها نمیخوره شماره دو خیلی مهمه میگه که یک سری شرایط رو یک سری کارهایی رو یه نفر انجام داده که یه جورایی بتونه ما رو بپیچونه و یک سری دلایل رو پیش آورده که خودش عاملش بوده مثل چی اینجا توضیحش رو داده مثل اینکه مثلا یه پناهنده اومده یه سری جعل انجام داده هویت واقعی خودش و یا کشوری که ازش اومده رو به ما فلش یا غلط داده بوده از همون اول اگر یک همچین شخصی باشه و اینجور چیزها متاسفانه به اون شخص هم این آوسبیلدونگه تعلق نمیگیره و اون یکی از متعلقات به یک کشور امن باشه که بر اساس پاراگراف 29 آ که مربوط به قوانین آزول و اینجور چیزا هست این فکر میکنم مربوط به کسایی میشه که از یک کشور امن اومدن و دارن درخواست پناهندگی میدن مثلا میگه مثلا از آلبانی کشورشون امنه ولی اجازه ندارن بیان اینجا یا مثلا کوزوو و کسایی هستن که خب میان پناهندگی میدن و میمونن یه مدتی و اینجور چیزا میگه به اونا نمیخوره پس شد یه بار دیگه برگردیم میگه که به اگر یکی از این افراد باشه بهش تعلق نمی مورد دو که خیلی مهمه میگه که مواردی که توی ابزار سه یک جمله شماره یک شماره دو چی بود؟ این بود دولدونگ داشته باشه میگه که اون خارجی هنوز سه ماه از گرفتن دولدونگش نگذشته باشه به زبان ساده بخوایم بگیم کسی میتونه آوس بیلدونگز دولدونگ دول بگیره که حداقل سه ماه از دولدونگش گذشته باشه مورد سوم ایدنتیتت یا هویتش مشخص نباشه به خاطر همینه که اجبار میکنن که شما یک شناسنامه ای کارتی چیزی بدید که بهتون یه دونه آوس بیلدونگز بدن این هست حالا یه سری موارد و فریست و اینا هم اعلام کرده که دیگه ما اینا رو نمیخونیم به خاطر اینکه طولانی میشه شماره چهار بسیار مهم هست و من هم سعی میکنم خیلی سریع و دقیق بخونمش با وجود که مهمه میگه که اگر یک نفر بر اساس ماده 19 ابزاد یک شماره 6 و 7 یک سری موارد رو داشته باشه به اون هم این تعلق نمیگیره و یا اینکه کسی که ابشیبوز اردنونگش رو الان تهیه و تدارک دیدن یعنی تقریبا دیگه ابشیبونگش دقیقا مشخص شده هست یعنی که بلیتش رو خریدن تاریخش رو دادن همه اینا اگر مشخص باشه اون هم متاسفانه اسبیلدونگ بیلونگ بهش تعلق نمیگیره 19 رو ما یک کمی دقیق تر با هم بررسی میکنیم 19 شماره 6 و 7 به کسایی که جزء گروه های تندرو تروریستی و نمیدونم اینجور چیزا اگر باشن بهشون تعلق نمیگیره شماره هفت افرادی که یک سری جرم و تخلف های انجام دادن که باعث شده مثلا کارشون به زندان بکشید یه چیزایی مثل دعوا و مواد فروشی و اینا اگر کرده باشن بهشون تعلق نمیگیره یه سری استثناء و قائل شده که مثلا نمیدونم اگر جرمای کوچیکی یه نفر کرده باشه حالا اون رو ما چشم پوشی میکنیم و بی خیالش میشیم انگاری یه جورایی ولی جرمای بزرگ دیگه این قضیه براشون تمام شده شماره پنج میگه که برای اشخاصی که یه سری چیزا دیگه براشون تعیین شده و همه چیز دیگه قابل حل نیست دیگه تموم شده رفته یه چیزایی مثلا اینکه یه نفر برای اینکه نتونن اخراجش کنن یه سری مریضی ها رو داشته و الان دیگه درمانش کردن و آماده سفر هست و میتونه کشور رو ترک بکنه به اون شخص مثلا تعلق نمیگیره اینکه مثلا بعضی کلک بزنن بگن فعلا مریض هستم و کشش بدن قضیه رو متاسفانه میخواد راهشون اینجوری ببنده و یا اینکه اون پناهنده دیگه حتی پولای دولتی رو هم دریافت کرده که مثلا حالا یکم یک کمک پولی میکنن که بخوای کشور رو ترک بکنی یکم پول بهت میدن و اینجور چیزا هم اگر اون پول رو گرفته باشه دیگه بهش تعلق نمیگیره یا کسی که بلیت هواپیما و اینجور چیزها شد دیگه براشون بوکینگ هم کردن و دیگه تصمیمش گرفته بوده یه موقعی که بره و الان یه های پشیمون شده دیگه به اونم تعلق نمیگیره و و همین چیزایی که یعنی دیگه تکلیفش رو یه بار روشن کرده میخواد برگرده یه های پشیمون شده این متاسفانه دیگه داره میگه راه فراری نداره خب چون ویدیومون خیلی طولانی شد دیگه اگر اجاز بدین 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 رو ما با هم دیگه توی ویدیو بعدی میخونیم شما میتونید بیان توی وبسایت ده اقامت و پناهندگی آلمان رو بزنید شاید الان قسمت دوم شما کرده باشیم شما که الان دارین ویدیو رو میبینید عصر خوبی براتون آرزو میکنم بدرود تا ویدیو بعدی